در نام قدوس عیسی مسیح خدمتون سلام میکنم. الناتان باقستانی هستم. برنامه سیمای مسیح خوش آمدید. خوشحالم که خداوند مهیا کرد دوشنبه دیگه میتونم از این طریق از شبکه خوب محبت به منزلهای شما بیام. به فیض خداوند که هفته‌ای که پشت سر گذاشتید در محافظت خداوند بودید، خداوند شما و خانوادتون رو حفظ کرده و امروز با من هستید تا بتونیم راجع به مطلب مهمی که خدا در قلبمون گذاشته با شما صحبت کنیم. خدا شکر میکنم که امروز چهارمین برنامه سیمای مسیح، سری جدید برنامه سیمای مسیح رو عزیزان اجازه دادن که از طریق تلویزیون محبت به خدمتتون بیام. به فیض خداوند که این برنامه ها باعث برکتتون شده. تمام این برنامه ها به صورت آرشیو در یوتیوب به شبکه محبت هست، شما میتونید استفاده کنید، بهره برید، دیگران بگید که برنامه سیمای مسیح هست و خوشحالیم که خداوند مهیا کرده که بتونیم با شما با مهمانایی که گاهن میاریم در این برنامه در خدمتتون باشیم. امروز مهمان خیلی خوبی هم داریم، اما قبل از که مهمان ما تشریف بیارن، عنوان برنامه هم تو که از قبل بهتون گفتم اینه که ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم که شما در مسیح حق انتخاب دارید. میدونم موضوع انتخاب چیزیست که همه ما شبانه روز باهاش سر و کار داریم، در زندگی خصوصیمون، در زندگی روحانیمون، و میدونم که خیلی از ما صدمه دیدیم از اینکه نتونستیم انتخاب درست بکنیم یا دیگران نذاشتن، گاهن خانواده ما، گاهن در واقع مسائل اجتماعی و دیگران حق انتخاب رو از ما گرفتن. شاید خیلی از ما از خدا خورده گرفتیم که چرا این بر من گذاشته. کتاب مقدس نشون میده که خدا به همه ما انسان‌ها حق انتخاب آزاد داده. هللویا. چرا؟ کتاب مقدس نشون میده که ما به صورت خدا آفریده شدیم. در کتاب پیدایش باب 1 آیه 26 شبیه خدا آفریده شدیم و اگر ما بیاریم تصور کنیم که خدا خدای آزادی هستش، حق انتخاب داره و حق انتخاب به انسان ها میده، اگه ما شبیه او آفریده شدیم پس ما حق انتخاب داریم. در واقع اراده آزاد حقیست، در واقع هدیه ایست که از جانب خدا به تک تک انسان ها رو زمین داده شده. فرق نمی کنه زن باشه، مرد باشه، کوچک باشه، بزرگ باشه. اراده آزاد اصطلاحیست که از مکالمات با طیف وسیع از در واقع معانی مورد بحث و تبادل نظر افراد قرار میگیره. برای درک این موضوع ما باید از یک جهانبینی کتاب مقدسی به اون نگاه بکنیم. مسلمه وقتی ما راجع به اراده آزاد صحبت میکنیم، حق انتخاب صحبت میکنیم، منظور اونه که خداوند یک در واقع محدوده، یک تعریفی از اون رو برای ما مشخص کرده. به این معنی است که ما آزادیم دیگه و حال زندگی داشته باشیم که خارج از کاتگوری کتاب است. خداوند همه چیز رو گفته. وقتی قوم اسرائیل رو انتخاب کرد خداوند که از مصر اومدن بیرون، خدا به اونها گفت که ببین شما اگه این کارو بکنید به نفعتونه، این کار نکنید به ضررتونه. این استانداردیه که من در واقع تعیین کردم و بابتون شما رو آفریدم و این چیزیه که اشتباس بر ضد اون هستش. خب پس این مهمه تو اینکه بر اساس فهم این اصطلاح مهم زندگی، یعنی انتخاب صحیح، پای محکمی رو در زندگیمون قرار بدیم. ما میبینیم که جوامعی که در واقع اصول کتاب مقدسی رو بنیاد گذاشتن، مثل بعضی از کشورهایی که شما کم و بیش باشون سر کار دارید، درشون گاهن زندگی میکنید، میبینید که چقدر اصول بهتر جلو میره و به عبارت از نظر اجتماعی نیز معنا و مفهومش بیشتره. ولی دنیایی که میگه خدا نیست، به حال مثل کشورهای کمونیست هر کار دلمون میتونیم میخوایم بکنیم، گاهن از اون استاندارد خارج شدن و میبینیم که حتی نه فقط به خودشون ضربه میزنن بلکه به دنیا ضربه میزنن. فیض خدا به ما اجازه میده تا اراده الهی او رو به کار بریم، تا نجات ارائه شده توسط خدا در مسیح رو انتخاب کنیم، با آن پیشنهاد یا اون پیشنهاد نجات بخش خدا رو نفی کنیم. خیلی جالبه که خداوند وقتی عیسی مسیح رو فرستاد برای ما بمیره و روز سوم از مردگان برخاست، هرگز به ما اجبار نکرد که او را بپذیریم، بلکه ما را دعوت کرد تا او را بپذیریم. حتی در حق انتخاب از اینکه نجات دهنده خود ما رو عیسی مسیح تعیین کنیم، این رو خداوند به ما واگذار کرد. بله، خداوند به همه انسان‌ها اراده آزاد بخشیده، اما اینو خوب گوش کنید عزیزان، خدا به همه ما انسان‌ها اراده آزاد بخشیده، اما تصمیم را به خود ما خداوند عطا کرده. او حق انتخاب داده ولی به ما میگه که حالا با در بخش دوم
این برنامه خواهیم دید از کلام خدا که آنچه ما انتخاب بکنیم چطور سرنوشت ما رو تعیین میکنه. پس باید بدونیم آنچه که انتخاب میکنید سرنوشت شما مشخص بشه. شما اگه انتخاب بکنید که برید مثلا در این قسمت از اجتماع کار بکنید، زندگی بکنید، تحصیل بکنید، آنچه که در آینده درو میکنید اون است که از قبل برای خودت انتخاب کردید. اگر نه انتخاب دیگه میکنید اون نتیجه رو میبینید. مثل که شما یک بذر رو بکارید، در انتها آنچه که درو میکنید در واقع همون است که بابتش زحمت کشیدید. ازدواج صحیح زندگی صحیح رو داره، تحصیلات صحیح زندگی بهتری رو داره. اگر ما قدم هایی که تو زندگیمون برمیدیم اشتباه باشه، آنچه را که درو میکنیم متاسفانه آن چیزیست که کاشتیم. پس آزادی واقعی زمانی معنی و مفهوم داره که ما اراده خدا را آزادانه انتخاب کنیم. خدا ارادهش با ما میگه، مثل یک رول مدلی، مثل یک در واقع منبعی که میشه بهش نگاه کرد، ولی آن انتخاب رو با ما سپرده. خدا نمیخواد تا ما همچون رباتی آنچه را که او گفته انجام بدیم. خدا نمیخواد که ما کورکورانه و به طور شریعت معابانه اراده او را که به نفع خود ماست رو انجام بدیم، بلکه به ما اراده آزاد داده و از روی عشق میخواد که ما اون اراده رو انجام بدیم. خیلی مهمه که ما عاشق باشیم. من خیلی دوست دارم وقتی به مسیح ایمان آوردم خدا به من اجازه میده که حق انتخاب داشته باشم. پس اگر خدا رو محبت بکنم به خاطر که عاشقش هستم. ولی قبل از که مسیح ایمان بیارم شاید بر طبق شریعت بود، شاید طبق اون چیزی که آبا اجداد من گفتن اینطور غلطه اینطور درسته که میخواین این کار رو بکنم. پس خدا میخواد که ما طبق محبت و عشق که در قلبمون قرار داده اراده رو انجام بده. میریم یک موزیک با هم نگاه میکنیم، برمیگردیم در خدمت تو خواهم بود. سیمای عیسی مسیح در کتاب مقدس از همون ابتدای کتاب مقدس که کتاب پیدایش است، از همون باب اول ما سیمای مسیح رو میبینیم. در تمام اون بابهای اول در آفرینش دنیا ما میبینیم سیمای عیسی مسیح رو و اوج این سیمای مسیح رو بعد از سقوط انسان میبینیم و اون وعده‌ای که خدا داد به انسان سقوط کرده که از نسل زن کسی خواهد اومد که سر مار رو خواهد کوبید، ما اینو میبینیم و بعد همینطور ادامه میدیم در تمام کتاب‌های عهد عتیق و بالاخره در عهد جدید ما میبینیم تمام اون وعده‌هایی که خدا داده بود برای انسان سقوط کرده ما در عهد جدید میبینیم. سیمایی پر از محبت، سیمایی پر از عشق، سیمایی که درد انسان رو میدونه و با محبت نزدیک میشه به انسان خاطی گناهکار. اوج سیمای مسیح رو ما روی صلیب میبینیم، جایی که عیسی مسیح درد کشید به خاطر انسان سقوط کرده و محبت خودش رو، محبت خدا رو نشون داد. او صورت خدای نادیده است و این اون برکتیه که در سیمای عیسی مسیح می‌بینیم و سیمای عیسی مسیح سیمای برکت و فیض برای انسان خاطی گناهکار. و خدا رو شکر می‌کنیم برای کشیش جلاتان و کشیش نازنین که این برنامه زیبای سیمای مسیح رو برگزار می کنند و دعای من به عنوان خادم خدا اینه که خداوند حقیقتاً از طریق این برنامه اون سیمای زیبای عیسی مسیح رو به ملت عزیز ما، ملت عزیز ایرانی ما نشون بده و این برنامه بتونه اون صورت حقیقی رو که عیسی مسیح در کتاب مقدس داره رو به همه هموطنانمون نشون بده. خدا برکتتون بده و دعای من اینه که قوت خداوند با شما برادر الناتان و خواهر نازنین باشه و در اون قوت بتونید ادامه بدید. آمین. خیلی ممنونم کشیش جانسون، شبان عزیز کلیسای جمعیت ربانی سن حوزه
که این کلیپ رو برای من فرستادید و من واقعا خدا رو شکر کنم برای وجود شما. ما کوچیک بودیم که از شما یاد میگرفتیم بعد از جانسون. خیلی عزیزان میخوام این پیغام خوب بدم که به زودی کشیش جانسون رو هم در این برنامه به فیض خداوند خواهیم داشت که بتونیم در مورد تصویر و سیمای مسیح با ایشون هم مصاحبه بکنیم. و خیلی ممنونم از دوستانی که با من همکاری میکنن، میان در این برنامه یا اینکه با ما تماس میگیرن، تبریک میگن یا میگن براتون دعا میکنیم. این برای من و برای نازنین جان، برای تمام کسانی که در این برنامه در زحمت میشن خیلی خیلی اهمیت داره. و من خواهش میکنم از همه شما عزیزان که این برنامه رو به دیگران معرفی کنید، خودتون بیاید و از خادمین مختلف برکت بگیرید. شما میتونید به ایمیلی که شبکه محبت برای من فراهم کرده تماس بگیرید به نام سیما مسیح محبت.tv که ایمیلاتون رو بفرستید، حتما به دست من میرسه. اگر درخواست دعایی هست، مطلبی هست که میخواید راجع به صحبت بشه، خوشحال میشم از شما فیدبک بگیرم و در واقع باعث برکت ما بشه. و تلفن برنامه من تو دقایق بعد باز میشه که 347-464-3000 هست، که اون هم برای من خیلی مهمه که شما تماس بگیرید، باهاتون دعا کنیم، نظر شما رو بپرسیم، مثلا در مورد مطلبی که امروز صحبت بکنیم. بله، قبل از که بریم و این کلیپ کوتاه رو ببینیم، گفتم که از روی عشق باید در پی اراده خدا باشیم و این انتخاب با ماست. امثال سلیمان باب 18 آیه 21 میفرماید که مرگ و زندگی در قدرت زبان است، آنان که دوستش را دارن، آنان که میپسندن، دوستش میدارن، از میوهش خواهند خورد. آنچه را که شما میگید، آنچه را که باور میکنید، آنچه را که تصمیم میگیرید، میوهش رو خواهید دید. من و شما آزاد هستیم تا انتخاب کنیم و باید بدونیم آنچه را که در واقع در نتیجه آن حاصل میکنیم همون انتخاب ما رو معین میکنه. من دعا میکنم که انتخاب هر یک از ما در هر مورد زندگی ما، مثلا در مورد انتخاب عیسی مسیح چنان که بعد از جانسون گفتن، انتخاب صحیح باشه. همونطور که خدمت گفتیم در قبل از اینکه برنامه شروع بشه و به اطلاعات رسید، امروز مهمان عزیزی دارم که خیلی برای من مهم هستن. قبلا ما با هم در هندوستان خدمت کردیم، سالهاست همدیگر رو میشناسیم، خانواده عزیزشون رو، و در همین آمریکا فرصتی پیش اومده که به منزلشون رفتیم، عزیزان به منزل ما اومدن و در واقع با همدیگه خدمت کردیم که دعوت منم پذیرفتن. امروز برادر گلم حسین اندریاس رو داریم از طریق اسکایپ. بعد حسین تشریف دارید رو خط؟ بله برادر عزیزم، خدا را شکرگزار هستم، خدا را شکرگزار هستم برای برنامه ایتان که باز هم زنده هست از طریق کانال محبت، و خداوند شکرگزار هستم برای خدمت شما، برای قلب شما، نه تنها برای مردم خودتان ایرانی ها، بلکه برای افغان ها که من شاهدش هستم که شما چقدر افغان ها در قلبتان هست، و بر تاجیک ها و خداوند شکرگزار هستم. من و فرزند عزیزم ناتان جان هنوز هم مثلی که در لاس انجلس باشیم، یکونی ماهی نگذاشته، و اما واقعا لذت بردیم، برکت گرفتیم. خدا را شکرگزار هستم بر خدمتی که شما دارین عزیزی. بعد حسین، من شما را خیلی دوست دارم، سالهای سال با هم نگه در هندوستان بودیم و الان گرچه رامون دوره ولی قلبا ما هم نزدیکه. و منم میخوام به شما تبریک بگم که سالها دعا کردید که من دوباره برگردم به برنامه شبکه محبت، برنامه سیمای مسیح، و شما اولین نفری بودید که به من تبریک گفتید، و واقعا خدا رو شکر برای قلبی که دارید برای ایرانی ها. برادرم حسین اگرچه از افغانستان هستن ولی در ایران تجربه خوبی داشتن، حالا حتما اغلب شما میدونید، یعنی که بعدا اگه فرصتی بشه دوست داریم بشنویم که چطوری قلب خوبی فقط برای افغان ها ندارن بلکه برای ایران ها دارن، و این واقعا چیزیست که مسیح مانده. حسین جان، اجازه بدید من به شما بگم حسین جان، نگم کشیش حسین. در مورد مبحث برنامه شنیدید که شما حق انتخاب دارید، و من خوشحالم که شما رو انتخاب کردم که توی این برنامه باشید. سوال من اینه که آیا خدا ما اجازه میده که تا ما خودمون انتخاب کنیم یا او برای ما تصمیم میگیره؟ آمین. سوال بسیار خوبی است و بسیار مهم برای ما کسانی که پیروان خداوند عیسی مسیح هستیم، و اما برای تمامی انسان ها. در کلام مقدس خدا برادر الناتان ما میخوانیم که خدا انسان را شبیه خود ساخت. این خیلی اهمیت بزرگی داره. خوب، حال ما از کشورهای میاییم که البته در اوج مسلمان کلان شدیم و در مذهب بودیم و غیره، و اونها نمیگن که ما به صورت خدا آفریده شدیم،
و ما در اسلام میگه که ما اشرف المخلوقات هستیم، یعنی خدا ما را شرف داده بالای دیگه مخلوقات، این هم بجاست. و اما صورت خدا ایجا خداوند ما را کاملا مختلف از تمامی خلقت خود میسازه، از حیوانات، از پرنده ها، از چرنده ها و از خزنده ها، از ستاره ها، از گیاه ها، حتی از فرشتگان مختلف میسازه. چون وقتی ما میبینیم در کلام خدا وقتی اولین فرشته از جلال میفته که آل ما او را به نام شیطان میشناسیم، خدا پایین شده به خاطر کفاره گناه های از او مصلوب نمیشه، و اما به خاطر انسان او صورت انسان بگیره. پس این اهمیت داره. چرا این اهمیت داره؟ به خاطر از اینکه خدا انسان برای مشارکت شخصی خود ساخت. وقتی که ما در یک خانواده می باشیم، در یک مشارکت می باشیم، هر کدام ما حق انتخاب خود داریم، حق داریم که رد کنیم، حق داریم که قبول کنیم و غیره. ما حتی نصیحت بسیار خوب و امین هم می تانیم هم رد کنیم و هم می تانیم قبول کنیم. این قدرتی است که خداوند برای ما داده. و اما ما اجازه بدین که یک چند آیات از کلام مقدس خدا در این رابطه بخونم که بسیار اهمیت داره. اولین آیت را که من اولین یک دو آیت را که من میخوانم از کتاب تثنیه است که در کتاب تورات است، فصل 30. در فصل 30 کتاب تثنیه خداوند برای بنی اسرائیل یک چیز بسیار واضح را میگه که اینمی در حقیقت بنیاد اساسی حق انتخابی که در کشورهای غربی و یا بالخصوص در آمریکاست. ما میتونیم که بار بار ای تکرار شده، حتی کسانی که ایتیست هستن و در حقیقتا پیرو ازی هستن با این که او و ایره نمیفهمن. چه نوشته است در اینجا؟ کلام خدا در فصل 30 تثنیه در آیت 19 میگه: من آسمان و زمین را شاهد میگیرم، یعنی من تنها خدا که خالق و مالکتان هست، ما تنها ایره نمیگم، هرچند که خدا یگانه کسی است که او واقعا میتونه هر چیز بالای ما مسلط بسازه، هر چیز بالای ما بزور بشانه، بزور، چون خدا زور داره. و اما ایجا برای من جالب است که میگم من آسمان و زمینه، یعنی دو تا از خلقت دیگه خدا شاهد میگذاره. من آسمان و زمین را شاهد میگیرم که امروز زندگی مرگ، برکت و لعنت را در برابر شما قرار دادم. خداوند چرا میگه من این دو چیز را ما پیش روی شما قرار دادیم؟ چیست؟ امروز زندگی و مرگ، برکت و لعنت، برکت و لعنت این را در پیش روی شما قرار دادیم. و اما به حیث پدر مهربان، به حیث خالق ما، به حیث کسی که او هر چیز را داناست و ما نیستیم هر چیز را دانا، او میفهمه که اگر ما اشتباه انتخاب کنیم، اشتباه میریم، لغزش میفتیم و در مشکل میفتیم، بالاخره به ضرر خود ما میرسه. به حیث یک پدر بسیار مهربان چی میگه؟ پس زندگی را انتخاب کنید تا شما و فرزندانتان زنده بماند. چقدر اهمیت داره برادر الناتان ای که ما گوش فرا بدیم که خداوند ایجا حق 100% انتخاب برای ما داده و او میگه که ما خدا خالق و مالکتان و همچنین ما کسی که دیگه چیزها را خلق کردیم. ایجا دو مثال میاره، زمین و آسمان. چی میگه؟ ما امروز آسمان و زمین شاهد میگیرم، یعنی من تنها نمیگم به شما، من دو شاهد دیگر هم میارم که 3 شوه و در برابر عظیم پیش شما میگذارم که شما خودتان انتخاب کنین. آیا شما میخواین زندگی رو انتخاب کنین یا مرگ؟ این مربوط به شماست. اگر زندگی رو انتخاب میکنین، خداوند میگه من شما را لعنت از سرتان پس میکنم و شما برکت میافین و بعد از اون نه تنها شما زنده میمانین بلکه فرزندانتان زنده میمانه. و بعد از اون چی میگه؟ میگه که خداوند خدایتان را دوست بدارید، از او اطاعت کنید و به او وفادار باشید، زیرا که او زندگی شماست. کی زندگی ماست؟ خدا زندگی ماست. خدا. جالب برای من ایجا است که کلمه‌ای که برای خدا استفاده شده در زبان عبری حیه است، که ایره ما
ازش امی کلمه یحواره هم داریم، این کلمه حیه یعنی حیات یعنی زندگی، زندگی از او به وجود آمده. از همین خاطر است وقتی که ما در فصل سیوم آیت 14 کتاب خروج میخوانیم، خداوند به موسی میگه برو، میگه برو بگو که حیه تو را فرستادنم، من هستم که هستم تو را فرستاده. ما او خدا را پرستش میکنیم که او با وجود از اینکه قدرت هر چیز داره و اما برای ما حق انتخاب میته و او نمیگه که اینا ما تنها ما هستم و تو هستم بکو اگه نیکی، میگه نه، ما آسمان و زمین دوتا از خلقت خدا به طور شاهد پیش روی شما میگذارم که ما ای حق انتخاب برای شما دادیم. بسیار برای من جالب است ای. و در عین چیز ما از همین خاطر میبینیم که در ابتدای خلقت وقتی که خدا انسان میسازه، در فصل دوم کتاب پیدایش خداوند برای آدم و حوا میگه، سپس در آیت 15 اگر ما بخوانیم فصل دوی کتاب پیدایش میگه سپس خداوند خدا آدم را در باغ عدن جا داد تا در آن زراعت کند و از آن نگهداری نماید. خداوند به آدم فرمود اجازه داری از میوه تمام درختان باغ بخوری، اما هرگز از میوه درخت شناسایی خوب و بد نخوری، زیرا اگر از آن بخوری در همان روز میمیری. پس ایجا معلوم میشه که خداوند حق انتخاب برای ما 100% داده و ما میتونیم از او بخوریم و متاسفانه آدم و حوا هر دو تا اون زمو حق انتخاب استفاده نادرست کردن، نصیحت پدر خود را گوش نکردن که خداست و بالاخره به مرگ منتهی شد. پس خدا برای ما حق انتخاب میده که ما انتخاب کنیم و خدا در کتاب تثنیه واضح میگه اگر شما زندگی را انتخاب میکنین، اگر شما برکت انتخاب میکنین، نه تنها شما بلکه فرزندانتان هم زنده میمانند. پس خدای ما خدایی نیست که ما را مثل یک کامپیوتر سویچ آن و سویچ آف بکنه، نه. درست است که ما در کلام خدا میگه که او پیش از اینکه ما به این دنیا بیاییم ما را میشناخت، یعنی او خدایی است که ما را قبلا میشناخت، در ما در حکمت او بودیم، پس ما اهمیت زیادی در حضور خدا داریم. خیلی زیبا گفتید حسین جان. چرا خدا اجازه میده و تا انسان ها تصمیم میگه؟ چرا جلو انسان ها نمیگیره؟ در بعضی مذاهب دیگه که من و شما آگاهی خوب بهشون داریم، به انسان ها حق انتخاب نمیدن، یا شما این کارو میکنید یا اینکه از بین میرید. ولی در مسیح ما میبینیم که خدا ما این اجازه میده. چند دقیقه راجب این صحبت بکنید، چرا خدا ما اجازه میده؟ چرا خدا برای ما حق انتخاب میده؟ بعضی وقتا خدا حق انتخاب برای ما حتی در صورت‌های بسیار مشکل هم میده. بعضی وقتا امکان داره که ما انتخاب ما کاملا نادرست باشه، کاملا نادرست باشه. و شاید به ضرر شخصی ما باشه، به ضرر خانواده ما باشه، به ضرر جامعه ما باشه، به ضرر پدر و مادر، به ضرر فرزندان ما باشه، به ضرر شوهر و یا خانم باشه در ازدواج. با وجود از این ما میفهمیم که خداوند این حق انتخاب برای ما میته که ما تصمیم بگیریم. ما به اجازتان باز هم از کتاب پیدایش آیاتی را میخوانیم که بسیار اهمیت داره. ما خوش دارم که در کتاب پیدایش برم بار، چون کتاب مقدس عهد عتیق عهد جدید کاملا بی معنا میمانه بدون عهد عتیق. همه چیز کلام خداست در اینجا. در فصل پنجام ما میخوانیم در مورد بنی اسرائیل که بالاخره خداوند وارا میخواهد که بکشه از مصر و وارا میبره دوباره به طرف کنعان، زمینی که خداوند بر ازوا وعده کده به او طرف میره. ما خصوصا فصل 50 از آیت 18 به بعد بخوانم، یک چند آیت نشته است. سپس برادران او خودشان آمدند و در مقابل یوسف تعظیم کردند. این زمانی است که بالاخره داستان یوسف است که یوسف برادرایشان
انتخاب کردن در چاه انداختن و میتونستن که رحم بکنن و انتخاب تصمیم گرفتن، 100% تصمیم گرفتن که ای برادر کوچک ماست، ای برادر کوچک ما بسیار بد است، هر چیزی که ما میکنیم میره پیش پدر خود میگه و غیره، بهتر است که از این دست خود خلاصی بیتیم. البته یکی از برادرایشان مخالف ازی بود و اما باز هم و ای کار کردن و بنابر نصیحت یکی از برادرها او را در چاه انداختن و ما میبینیم ظلم بسیار زیادی برای یوسف شد و بسیار مشکل بود که برادرانی که از پدرشان هست، از یک پدر هستن و او را در چاه بندازه، بسیار مشکل است که ما این را ببینیم. و اما در این یک نقشه خدا هم شامل هست. ما میبینیم که انسان تصمیم اشتباه میگیره و چرا خدا این تصمیم اشتباه را اجازه میده در زندگی ما؟ به خاطر از اینکه خدا در پشت پرده کارهایی را انجام میده که ما از او هیچ آگاهی نداریم. خدا میتونه که کارهای زشت ما را حتی ازش استفاده کنه به خاطر جلال خود و عکس بزرگتری را داره در مقابل که بعداً ما میتونیم او را در زندگی خود ببینیم. پس برادران او خودشان آمدن در مقابل یوسف تعظیم کردن. ما داستانش را بفهمیم که چطور بالاخره مکاشفه شد برشان که یوسف اونمو یوسف را که وا در چا انداخته بودن به غلامی فروختن و بالاخره او مثل یک پادشاه جور شد. بعد از فرعون او بزرگترین آدم جور شد و بعد از او ما میفهمیم داستانشانه که چطور یوسف رحم نشان داد بالای برادرای خود، فیض نشان داد بالای برادرای خود و وا بالاخره تعظیم کردن مطابق و نظمو خوابی که دیده بود یوسف که بر پدر خود نقل کرد و بالاخره هیبت هم کرد، گفت که هیچ رقم خوابی خرابی است که دیدی. نوشته است ما اینجا مانند غلامان تو در برابر تو هستیم، ولی یوسف با آنها گفت نترسید، من نمیتوانم خودم را جای خدا بگذارم، شما برای من نقشه بد کشیدید ولی خدا آن را خیر به خیر تغییر داد. تا چنان که امروز میبینید جان عده زیادی حفظ شده است، دیگر دلیل ندارد که بترسید، من از شما و فرزندان شما نگهداری میکنم. پس یوسف حرفهای دلگرم کننده به آنها زد و دوباره آنها را مطمئن ساخت. ما میبینیم که ما تصمیم غلط میگیریم، ما انسانها اشتباه میکنیم و اما خدا کسی است که ما را تعقیب میکنه و وقتی که ما در اینمی جاده، در اینمی مسیر رایی هستیم، حتی اگر در اشتباه باشیم، وقتی که ما به خدا بالاخره توکل میکنیم، وقتی که خدا حلیم میسازیم، خداوند دوباره زندگی ما را آسایش میده و درست میکنه. ما از این خاطر است که خداوند بعضی وقتا اجازه میده برای ما، چون مثلا اگر یک طفل کوچک پا میزنه به زمین که مادر خود بگه یا پدر خود بگه که امو چاکلیت و چکلات برای ما بیتی بیتی و بیتی و بیتی، بالاخره پدر و مادر میگه خب ما اجازه میتونم که بخوری، و اما از زیاد خوردن شکلات دندانهایش خراب میشه، او وقت به عقل میفته که آها پدر مادر درست بود. خدا بالاخره و توبه میکنن که آه بله پدر مادر درست بود و من در اشتباه بودم. از همین خاطر است که خدا بعضی وقتا اجازه میده و این اجازه را خداوند با دل بسیار درد میده، با دل بسیار درد. او نمیخواد که ما این کار بده بکنیم، اشتباه را بکنیم، و اما او میگه که برو یاد بگی خودت اینالی. بله خیلی زیبا گفتید. ما 2 دقیقه در این بخش وقت داریم که از شما این سوال دیگه هم بپرسیم حسین جان. چرا بعضی افراد هستن که با شما هم تماس میگیرن، با ما تماس میگیرن، به راحتی میتونن عیسی مسیح رو بپذیرن با اینکه حق انتخاب دارن، ولی بعضی هم هستن که برایشون پذیرفتن عیسی مسیح راحت نیستش؟ خیلی خیلی سوال خوبی است، بخاطر از اینکه ما همه در این مشکل بودیم. من اشخاصی را میشناسم که کلام خدا را همون روز شنیدن و زنگ زدن به کانال محبت و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن. همون روز شنیدن، در حقیقت خداوند با اونها صحبت کرد، مثل یک طفل با بسیار آسانی صحبت کرد. و اما کسانی دیگری هم هست متاسفانه، مثل شخص خودم که 10 سال من جنگیدم با خدا
تا که به عیسی مسیح ایمان آوردم. خب به ضرر خودم رسید، بالاخره در ایران زندانی شدم، در افغانستان کتک خوردم، در سوریه کتک خوردم، در مصر کتک خوردم، در پاکستان کتک خوردم، تا اینکه بالاخره 10 سال بعد در هندوستان به عیسی مسیح ایمان آوردم. و اما کلام خدا بسیار واضح میکنه، چون ما چندین چیز هاست که پیش روی ما میاد: غیرت بیجا، غیرت بیجا، غرور مذهبی و دینی، سیالداری اقوام و طایفه و پدر و مادر و کاکا و ماما و خاله و عمه و دوستان چی خواد گفتن. پا ما در این دین ناب، در این مذهب که پا از پدران ما بود هستیم و هستیم و هستیم، اعالی باعث بدنامی شیم. تمامی از این چیزها را فکر میکنم. برادر عزیزم، یک شخصی که برادر خلیل که شما میشناسین که در استرالیا هستن، عالی از خود، خدا را شکر برنامه و خدمت دارن. یک خانواده ای که در دهلی بودن و با ایشان کار میکردیم، شما هم در حقیقت این شخص را میشناسین، من اسمشان را نمیگیرم چون الان فوت کردن. او زمانی رسید که ما و شما همه در زندگی اونها کار کردیم، کار کردیم، کار کردیم، و بالاخره در دهلی چی گفت؟ گفت من 100% میفهمم که عیسی مسیح یگانه راه است، و اما با وجود از او من نمیخوایم به عیسی مسیح ایمان بیارم. خب خیلی مشکل است آدم ای را بشنوه، و اما ساده ترینش ما در کلام مقدس خدا در فصل 3 انجیل یوحنا میخوانیم، وقتی که عیسی مسیح برای ما میگه زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر کی به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی ابدی شود. خیلی ساده. و اما مشکل کجاست؟ زیرا خدا پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه تا آن را نجات بخشد. هر کسی که به او ایمان بیاورد از او بازخواست نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی میماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورد است. حکم چیست؟ حکم بازخواست این است که نور به دنیا آمد ولی مردم به علت اعمال شریر آمیز خود تاریکی را از نور بهتر دانست، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور نفرت دارد، از نور نفرت دارد و از آن دوری می جوید که مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. این یکی از مهمترین چیزیست، متاسفانه یکی از علتهایی است که مردم به عیسی مسیح ایمان نمیارن، به خاطر از اینکه اعمال زشتشان، رشوه میگیرن، بدکاری های دیگه میکنن و ترس میخورن از مردم خود. و ترس هم خیلی گناه بزرگی است که ما در کتاب مکاشفه میخوانیم که ترسوها جایشان در بهشت نیست. پس این علتهای بسیار زیادی است، و اما کلام خدا برای ما میگه اما کسانی که ساده دلان مثل اطفال، مثل اطفال باشند، ایمان بیارن، خداوند وارا نجات میده. آمین. خیلی ممنون. من دوست دارم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. وقت ما با شما تموم شده حسین جان. خواهش میکنم بازم برگردید به برنامه خودتون سیمای مسیح، در خدمتتون باشیم. ولی با این جمله خوب تمام کردید که به نام عیسی مسیح، که اگر ما او را بپذیریم، انتخاب صحیح بکنیم، برکت الهی خدا رو دریافت کنیم. متشکرم از حسین جان. میریم با هم دیگه یک موزیک ویدیو نگاه میکنیم، برمیگردیم. میه محبت خداوند ریخته در اردوی ما، از حضور خداوند شاد شده دلهای ما. ما هم شاد و خندانیم، با هم سرود میخوانیم، با محبت عیسی هم دیگر را دوست داریم. محبت، محبت، محبت خدا تنها شو جمع شویم، با محبت عیسی خدا را به سراییم. دست ها را برافرازیم در حضور خداوند، گوییم ما هم یک صدا دوست داریم مسیحا. محبت، محبت، محبت
محبت خداوند ریخته در اردوی ما، یهوه خدای ما میخرامد بین ما. حضور او آشکار است به روی خیمه ما، همه خانیم یک صدا جلالت باد مسیحا. محبت 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 خدا تنها شو بسیار هستن که روزها به خاطر کرونا و فجایعی که در اطرافمون داره اتفاق میفته از فردای خودشون نگرانن. کلام خدا میفرماید که آینده ما در دست خداوند هستش. من الناتان باقستانی هفته آینده در برنامه سیمای مسیر راجع به این موضوع با شما صحبت خواهم کرد. با من باشید، با من همراه باشید و خواهیم دید که چگونه آینده در دست خداوند خواهد بود. آمین آمین آمین. خدا رو شکر. هللویا برای این همه زیبایی. ممنونم از جیلبرت جان برای این سرود زیبا که فکر کنم بعد رافی نوشته بودن. بعد رافی هم به زودی در این برنامه خواهیم داشت به نام مسیح. و چقدر قشنگ که ما میتونیم راجع به محبت خدا ببینیم و صحبت کنیم، به خاطر که یک روزی ما محبت خدا رو تجربه کردیم. من دعا میکنم که از این فرصت عالی که خدا به همه ما انسان داده که بر اساس فیض او با این دنیا آمدیم، در این ایامی که ما میبینیم دسته دسته مردم جانشون رو از دست میدن به خاطر کرونا، به خاطر مسائل مختلف و دنیا میرن، از فرصتی که خدا ما داده استفاده کنیم. اگر شما ایماندار هستید از این فرصت استفاده کنید، به عزیزانتون، به دوستانتون راجع به مسیح صحبت کنید. به فیض خداوند ما ببینیم که ایران و افغانی همه و همه به نام قدوس عیسی مسیح محبت خدا را تجربه میکنن. این حق انتخاب خدا ما داده. این حق انتخاب هیچ کس نمیتونه از شما بگیره مگر خودتون. از خودتون بگیرید. بسیاری از ما میترسیم به خاطر که اگر در کشوری که زندگی میکنیم خانواده‌مون بفهمن، در واقع مسئولین بفهمن، برامون مشکل ساز میشه. ولی فراموش نکنیم که ما تا ابد در این دنیا نیستیم و اگر از این دنیا میریم میخوایم که در حضور خدا بریم. من، برادر حسین و بسیاری از دوستان دیگه همونطور که اسمشون هم اومد، در واقع این تجربه زیبا رو داریم که خداوند فیض داده تا اینکه بتونیم در واقع محبت او رو بچشیم و امروز محبت خدا رو به شما بگیم. شما حق انتخاب دارید. کلام خدا میفرماید امروز روز نجاته. همونطور که از
تصنیه باب 30 حسین جان صحبت کردن، منم نوشته بودم که آیاتو بگم، که چقدر زیبار که با هم دیگه راجعش صحبت کردیم. خداوند برکت رو پیش روی ما قرار داده، انتخاب با شماست. اگه تو خونتون هستید و این برنامه تماشا میکنید، اگر طریق شبکه‌های اجتماعی ببینید، از طریق در واقع شبکه محبت دارید ببینید، این فرصت برای شما هست که مهر خدا توسط چنین برنامه‌ای به منزلتون اومده، داره در قلب شما رو میزنه. آیا میخوای قلبتو برای عیسی مسیح باز کنه؟ آیا میخوای که او وارد قلب و زندگی شما بشه؟ نذاریم که غیرت بیجا، نذاریم که تعصب بیجا و یا درک کوتاه بینی ما باعث بشه که محبت خدا رو رد بکنیم، چون هرگز ما نمیدونیم که دقیقه دیگه برای ما هست، فردا دیگه برای ما هست یا نه، بلکه میخوایم امروز محبت خدا رو کسب کنیم. ممنونم از بردم رسول که این ویدیو قشنگ رو از ایران گرفتم برای من و ویدیوهای دیگه ای رو دوستان دارم میفرستم برای برنامه سیمای مسیح، که هم به من یادآوری میکنه خیابانهای تهران و بعضیش رو که یادم نمیاد، ولی این پیغام زیبا رو با ما گذاشتن که اگر حتی جفا هست که میبینیم متاسفانه در ایران، در افغانستان دیده میشه این روزها، اگر بزن و ببند هستش، اگر درا بسته میشه، ولی ما باید پیغام انجیل رو به دیگران برسونیم، چنان که در اعمال رسولان پتروس گفت ما نمیتونیم ساکت بشیم، ما باید انجیل مسیح رو بگیم. به من میگن که بله تلفنی داریم رو خط، بفهمید دوست عزیز، فکر کنم اسمتون سیفور هستش، آقای سیفور شما رو خط هستید عزیزم. سلامتی درود بر شما، بفرمایید. من سپاسگزارم از خداوند عیسی مسیح، تشکرم از خداوند عیسی مسیح، از فیض خداوند عیسی مسیح. من در خدمت شما هستم. بله عزیزم، تماس گرفتید برنامه سیمای مسیح، در خدمتتونیم. ما راجع به حق انتخاب صحبت می‌کنیم. چیزی هست که ما بتونیم بشنویم از شما یا مطلبی دارید که می‌خوایم براش دعا کنیم؟ بله، تشکر می‌کنم از خداوند عیسی مسیح، از پدر آسمانی که منو شفا داد بعد از 7 بار خودکشی، از اون بیماری های چربی خون، قند خون، از اون بیماری اعتیاد، از اون بیماری الکل که منو نجات داد. من تمام وجودم مریض بودم، تمام بدن من مریض بود، همه بیماری ها من داشتم و نهایتا اینکه من ناامید بودم از زندگی، هیچ موقع احساس نمی کردم من خدایی دارم. اصلا من فکر میکردم 40 سال من را 44 سال من بدون خدا زندگی میکردم. هرچی میگفتم خدایی که به من میگفتن نمیدونم چی دوی بود، من هیچ موقع اون خدا را من ندیدم. برای که یک روز دیگه خیلی ناامید بودم بعد از چندین بار خودکشی، که هر باری که میخواستم خودکشی کنم این تصویر دختر پسرم میومد جلوی چشمم که انجام ندادم. حتی اون درختی که من باش میخواستم خودکشی کنم درخت خوش شد، ولی به معنی که خداوند عیسی مسیح من شفا داد اون درخت الان سبز شده. و بار آخر که دیگه میخواستم اقدام کنم به خودکشی، با جت دیوار جت ساختمانی میخواستم خودکشی کنم که تو ایران حل کنم و خودم تمام کنم کار خودم. و در حالی که دیگه دستانو به زمین میزدم، کف پامو بدنم میزدم زمین، پشت سرم میزدم زمین، که اگر مادرم هم بتن گریه میکردن، من دیگه خیلی ناامید بودم. اینا یه دهده خواب رفتم، اینا بارانی آمد تا من با اون بدن مهیف و لاغر زیر اون باران خیز شدم. و این سخنرانی شما همیشه تو سینه که بودیم که کانال محبت صحبت میکردن از خداوند و اون تصویر عیسی مسیح بر روی صلیب که خون از دستاش میچکه و تو قبرستون میبرن ایشون رو بعد زنده میکنه، اون تصویر صلیب من هنوز یک ساله با اون تصویر زندگی میکنم و با اون شرایطی که با 5 تا نون و 2 تا ماهی اون همه خلق دارن سیراب میشن و از گرسنگی سیر میشن، اینا همیشه همدم و همراه هم دارن. و جالبش اینه که من هر کجای این روزگار، هر کجای این زندگی تو بنبست قرار میگیرم، نام عیسی مسیح هست که من نجات میده، حتی گم شدن پیدا میشه. هرچی از خداوند عیسی مسیح خواستم به من داده و خودت کلام به من داده، خودت سنگستان به من داده، خودت آزادی به من داده، بدن ساخت به من داده، بدن همه مریضی با اون که نظامی بودن ساده های سال که بدترین شرایط ها زندگی میکردن، کارم از اون گرفتن، شغلم از اون گرفتن، خونم از اون گرفتن، ناامید بودن. امروز هیچ چیزی هم که نداشته باشم
همون شغلم داره از بین این مسئولین انسانهای هست که خدمتگزار خداوند هستن، خدمتگزار مسیح هستن، خدمتگزار ادیان دیگه هستن، کمک من کردن چون ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح. شکر میکنم، تشکر میکنم، تشکر میکنم از این کانال محبت از همه برادران و خواهران که بیشتر ماها تو درزها و تو گرفتاری ها زنگ میزنم، برام دعا میکنم، برای خلق دعا میکنم، برای اونایی که شعب العلاد هستن زنگ میزنم، برام فرقی نمیکنه، فرق این چیزی شفا پیدا کنه چون خودم شفا داده. کسانی هم که مونده اند من زنگ میزنم که برای تو دعا کنم. حالا شما رو یه صحبتی داشت، ممنون. خیلی ممنون از این شهادت خوبی که دادید سیفور جان، به تو تبریک میگم. البته خودکشی چیز خوبی نیستش، ولی خدا رو شکر که خدا به شما رحم کرده، اجازه نده که از این دنیا برید بدون که انتخاب صحیح کرده باشید و امروز خداوند این گونه دوست دارید. و من میخوام به تمام عزیزانی که در این برنامه دارن تماشا میکنن، چه الان چه بعدن تکرار برنامه رو تماشا خواهید کرد، این در واقع فرصت رو به شما بدم، این حق انتخاب شما بدم که برید به حضور خدا، در حضور خدا متواضع بشید. شاید مثل این برادر عزیز در انتهای خط هستید، فکر کردید و تلاش کردید که بارها در واقع بدن خودتون صدمه بزنید بلکه راحت بشید از این شرایط، ولی اجازه بدید که محبت خدا وارد زندگی شما بشه. خداوند میگوید که من زمین و آسمان رو شاهد بگیرم، من این فرصت رو به تو میدم که تو منو بپذیری. خداوند میخواد که اتفاق برای شما بیفته. خیلی ممنون، من نمیخوام تلفن شما زیاد بشه، بفرمایید حتما بازم به این برنامه تماس بگیرید، در خدمتتون خواهیم بود. خدا رو شکر. بله، ما هفته آینده برمیگردیم راجع به این مطلب صحبت میکنیم که آینده در دستای خداوند هستش. امروز فرصت هست برای ما نجات پیدا کنیم، قصه فردا رو نخوریم. و من نمیخوام تلفن دوستمون زیاد بشه، میتونید قطعشون بکنید اتاق فرمان. بله، مرسی عزیزم سیفولا جان، سیفور جان. بله، شما میتونید که در واقع امروز رو زندگی بکنید، امروز نجات پیدا کنید، قصه فردا رو نخورید. ازیبی که فردا برای خودش در واقع فکر خودش رو خواهد کرد، من حتما هفته آینده راجع به موضوع صحبت خواهم کرد. همونطور که در قسمت اول گفتم، من و شما آزاد هستیم تا انتخاب کنیم، اما باید بدونیم نتیجه آنچه رو که انتخاب میکنیم رو خواهیم دید. اگر شما نور رو انتخاب کنید، نور وارد زندگیتون میشه. اگر راستی رو انتخاب بکنید، راستی وارد زندگیتون میشه، عدالت خدا وارد زندگیتون میشه، زندگی براتون شیرین‌تر میشه. حتی اگر مشکلات باشه، حتی اگر سختی‌ها باشه، اگر مثل من مجبور تو خونه‌تون باشید به خاطری که الان این اپیدمی هست، نمیتونید برید تو خیابونا، به خیلی چیزایی که در قبل در واقع رو می آوردید بتونید اون رو بتونید مرتب زندگی کنید، ولی آرامش خداوند و شادی خداوند با شما خواهد بودش. پس حق انتخاب با شماست. کلام خدا میگوید خداوند خود را دوست داشته باشه. خیلی مهمه. برادر ما حسین گفتن که خیلی از وقتا ما تعصب بیجا داریم، میگیم ببین اجداد من از زمینه مذهبی هستن، یا من بی خدا به دنیا آمدم، در یه خانواده بی خدا به دنیا آمدم، پس منم باید بی خدا باشم. ولی فراموش نکنید که اگر ما از این دنیا میریم، ما را با خانوادهمون به در واقع در یک جا خاک نمیکنن، بلکه این ماییم که باید در برابر آنچه که انتخاب کردیم جواب پس بدیم، اون در برابر آنچه که گفتیم بیستیم. و خدا میخواد که شما بتونید محبت او را تجربه کنید. امروز روز نجات هست برای شما. عزیز دیگه رو خط هستن، بفهمید تلفن باز هست برای شما. خیلی ممنون، به سیمای مسیح تماس گرفتید. مشتبه جان از ایران در خدمتتون هست. مشتبه جان سلام، درود بر شما. مشتبه جان ممنون. مرسی عزیزم، بفرمایید. بله، خیلی ممنون که تماس گرفتید جانم، بفرمایید. بله بله، خدا شکر، خوبه. مرسی، خیلی ممنونم. عزیز سلامت بشید، شما خوبی ان شاء الله. مرسی عزیزم، فرمایشتون چیه، در خدمتتون هستیم. من دعا کردم از شما، میخوام که برای خودم و خانوادم دعا کنید انشالله زندگیم خوب باشه، از مشکل احتیاط رهایی پیدا کنم انشالله. من میاد از خود عیسی، از خدا خواستم که کمکم کنه به خودم، به زندگیم، به بچه‌هام، زندگی جدیدی رو شروع کنم انشالله. محبت تو خانوادم باشه انشالله. خدا به همه کمک کنه، به من هم کمک کنه، از شما میخوام که یاریم کنید، کمکم کنید و برام دعا کنید. البته برای تو دعا خواهیم کرد مشتبه جان. خیلی مهمه که بتونید آزادی که خدا براتون
بابت اون شما رو خلق کرده و بهاش رو پرداخت کرده رو تجربه کنید. همونطور که در قسمت اول برنامه گفتم، حق انتخاب با شماست. شما دارید میگید من میخوام آزاد بشم، من میخوام که زندگی بهتری داشته باشیم. خداوندم میتونه به شما قدرت بده و میخواد این کارو بکنه تا شما آزاد بشید. میتونید دعا رو من تکرار کنم مشتبا جان، بگی خداوندا همونطور که هستم به حضور تو میام. این دعا رو تکرار کنم مشتبا جان، بگی خداوندا همونطور که هستم به حضور تو میام. خداوندا همونطوری که هستم به حضور میام. متشکرم که منو میپذیری. قربانی که ما استفاده میکنم. متشکرم که منو میپذیری. قربانت، منم افتخار میکنم که شما منو پذیرفتید و لایق بودم که منم دعا کنید و این سعادت رو داشتم که در حضور شما و در خدمت شما باشم. عزیزم بذار برای تو دعا کنم مشتبه جان قبل از که بریم. خداوند برای مشتبه جان دعا میکنم. خداوند همین الان او رو از بیماری اعتیاد کاملا آزاد کنه خداوند. و همون اقتداری که به من و تمام عزیزانی که الان ایماندار هستن در این برنامه، شاهد این برنامه هستن، داده ای دعا میکنیم خداوند که مشتبه و مشتبه ها آزاد بشن. ای خداوند، او میخواد آزاد بشه، او میخواد شخصی باشه آزاد شده، حق انتخاب داره چنان که کلام تو میفرماید، تا اینکه طبق اراده تو بتونه در آزادی قدم برده. دعا میکنم او رو آزاد کنی. هر سمی که تو بدنش هست ای خداوند، به طرز معجزاسای همین الان از بدنش خارج بشه ای خداوند، و خود مشتبه تماس بگیره در برنامه تلویزیونی خداوند و بگه من آزاد شدم. تو رو شکر میکنم برای جنام تو. آمین آمین آمین. خیلی ممنون تماس گرفتی عزیزم. رو خط باشی تو عزیزم. من از همین ثانیه انشالله پاک زندگی میکنم و هیچ گونه مادی مصرف نمیکنم. بنام مسیح. باشید رو خط که عزیزان با شما پشت خط تلفن با شما صحبت کنن، قدمای لازم رو بهتون بگه، اگه لازم هست بهتون کتاب معصوم بفرستن، دعا بکنن تا اینکه بتونید در مسیح رشد بکنه. اما تو به من میگن که من یک ایماندار هستم، عزیز دیگه پیغام فرستادم، فکر کنم اسمتون بخشیان باشه. من یک ایماندار هستم، از شما برادر یا خواهر میخوام برام دعا کنید که خیلی به دعا و دعای شما احتیاج دارم و من رو در دعایتون قرار بدید. حتما دعا میکنیم خداوند برای برادرمون، برای دوست عزیز بخشیان، خانم یا آقای بخشیان، که اراده کامل تو براش کرده بشه و احتیاج او بر حسب دولت تو برآورده بشه. به نام قدوس مسیح دعا میکنیم. آمین آمین. اگر شما مثل دوست عزیز در احتیاج هستید، با ایمان بپذید، با ایمان دریافت کنید و خداوند وارد میشه و عمل میکنه. حق انتخاب رو خدا به شما داده، شما باید انتخاب بکنید. منتظر نشید که دولت ایران برای شما انتخاب کنه، دولت افغانستان انتخاب کنه. دولت ها میان و میرن. حتی منتظر نشید که بخوان دیگران به شما بگن، اطرافیانتون به شما بگن که کار غلطی یا درسته. با اینکه باید احترام بذارید به والدین خودتون، به اطرافیان خودتون، چرا که آینده شما بر اساس انتخابی که شما امروز میکنید. من اینو به ایمانداران مسیحی میگم که اگر او رو انتخاب کرده اید، تبریک میگم بهتون، اما در انتخابی که کردید برای او بیستید، او را خدمت کنید. مثل پتروس، مثل یوحنا که در کتاب اعمال رسولان گفتن ما را امکانی نیست چیزی که دیدیم و نگیم، ما را امکانی نیست که به انسان نگاه بکنیم، به انسان احترام میذاریم تا جایی که میتونیم، ولی وقتی جاش برسه که باید اراده خدا را انجام بدیم، چیزی که مهم هست اینه که بگیم خداوند میخوام اراده تو رو انجام بدم. در چه قسمتی باید تو زندگیتون الان تصمیم بگیرید که اراده خدا رو انجام بدید؟ شما حق انتخاب دارید. یادتون نره بگید خداوند من الان تصمیم میگیرم. در امور مالی هست، در ازدواجتون هستش، در شرایط روزمرتون هست، بگید خداوند من تو رو انتخاب میکنم، اراده زیبای تو رو میپذیرم، اراده که تو به نفع من و برای من تعیین کرده. خداوند متشکرم که من حق انتخاب دارم، ولی من تو رو انتخاب بکنم، چون چنان که اجداد ما گفتن با خدا باش پادشاهی کن. من تو رو انتخاب بکنم چون تو نور هستی، تو رو انتخاب بکنم چون تو برکت هستی و میدونم که وقتی تو وارد زندگی من بشی، وقتی تو در امور زندگی من حضور داشته باشی، برکات تو هم در پی من هستش. هللویا. در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین آمین آمین. خواهش بکنم به شماره تلفن برنامه سیمای مسیح تماس بگیرید، 347 464 3000. در طول هفته برای شما بازه، تمام عزیزان در اتاق در واقع فرمان هستن تا
جواب تلفن شما رو بده، اگه لازم برای من پیغام بذارید به من به دستم میرسونن، اگه احتیاج به دعا دارید برای شما دعا خواهند کرد، اگه سوالی دارید در مورد چیزی که صحبت کردی میتونید مطرح کنید، با خوشحالی میشنم. اگه برای تو تلفن سخته میتونید ایمیل کنید به sima.masi@mohabbat.tv که اون هم به دست ما میرسه. خیلی ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردید و شاهد بودید. برنامه های دیگه هم هست از شبکه محبت که خادمین مختلف خانم ها آقایون انجام میدن که بسیار پربرکت. شنیدم که چطور شما تماس میگید و چقدر پربرکت. حتما برنامه رو از دست ندید که در این روزها به جای که بریم خودمون درگیر اخبار و شواهد روزگار بکنیم که حالا این کشور اینجوری شده، حالا این مملکت اینجوری شده، چه خوبه که کلام خدا رو از خادمین خدا بشنویم. همونطور که گفتم هفته آینده برمیگردم راجع به این موضوع صحبت میکنم که آینده در دستان خداونده. اگر راجع به آیندهتون نگران هستی، اگر راجع به آیندهتون میترسید، اگر سوال بزرگی تو زندگیتون راجع به آیندهتون هست، حتما این برنامه رو نگاه بکنید. دوشنبه ساعت 10:30 شب به وقت ایران در خدمت تو خواهم بود. مهمان عزیزی دارم که در قسمت در واقع خودشون حتما راجع به موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد و موزیک ویدیو و سرودهای مختلفی که در حین برنامه پخش میشه. خدا من برکت تو بده. دعای من با شما هست. دعا میکنم که هر جا هستید این هفته که پیش رو دارید پر از شادی، آرامش و خوشی روح القدس باشه. و الان فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با همه ما باشد و بماند تبدالآباد. آمین آمین آمین. خدا من برکت تو بده. تشکر میکنم از تمام عزیزانی که در پشت صحنه دارن زحمت میکشن، نمیدونی چقدر سخته. و شبکه محبت، مدیران محترم شبکه محبت که این پلتفرم رو برای من به وجود آوردن که من بتونم به خانه شما بیام. حتما تکرار برنامه‌ها رو در شبکه محبت تماشا کنید و با من در تماس باشید تا هفته بعد که خدمتتون برسم. شاد و سربلند باشید. آمین.